سرخط خبرها. نرسایی دولت مرکزی برای جبران خسارات هنگفت در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی. حمله انتحاری در داخل فرماندهی پلیس ولایت کابل. حمایت ناروی از حکومت وحدت ملی در کشور و درگیری ها میان دولت اوکراین و شورشیان روستبار در این کشور. سلام، امروز یک شنبه 18 ماه عقرب سال 1393 خور شدی که برابر از با 10 ماه نامبر سال 2014 میلادی. به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. با آنکه بیش از 2 ماه از حملات انتحاری اخیر در شهر غزنی میگذرد، هنوز هم بودجه کافی برای جبران خسارات و ترمیم دوباره ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی که یک نهاد مهم است محاصلت نورزیده است و مسئولان و کارمندان این ریاست با مشکلات زیاد اداری و نبود جای روبرو هستند. صدیق حقجو در این باره گزارش میدهد. در حملات انتحاری 13 سنبله در شهر غزنی، بیشترین نهادهای دولتی و شماری از مارکت‌ها و دکان‌ها تخریب شدند و نظر به تثبیت هیئت موظف، بیش از 120 میلیون افغانی بر این ساحات خساره وارد گردید. در این میان برخی نهادهای دولتی کاملا تخریب گردید. ریاست اطلاعات و فرهنگ و چندین ارگان مربوط به آن کاملا ویران شد. کتابخانه عامه البیرونی، موزیم دوره اسلامی، دفتر آمریت جوانان، دفتر هفتنامه صنایع، دفتر آژانس اطلاعاتی باختر و دفتر ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی تخریب گردیدند. در این حملات صدها جلد کتاب و بیش از 130 آثار باستانی نیز یا از بین رفتند و یا هم شکسته و پاره شدند. حالا که بیش از 2 ماه از این رویداد میگذرد، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی میگوید که برای جبران این خسارات فقط 150 هزار افغانی برای آنان سپرده شده است که از این پول کارهای را برای جمع‌آوری کتاب و اعمار دیوار احاطوی انجام دادند. لاغه تاریخ چې د مرګ بریت سوی ته د اوسه پورې 1.5 لک روپۍ افغاني کړي کومک راسره کړی ده، نور 1 روپۍ هیچا نه وزارت نه کوم تجار نه بل هیڅ مرسته نه ده راسره کړي. په دې خاطر باندې چې دا هویت فرهنګي د غزني بولو، په دې سه کې باید له موږ سره ډېرو خلکو کومک کړی وای. ولې د غزني خلکو کومکونه بدخشان ته ولاړو، خوست ته ولاړو، مګر له دغې بدبختې ادارې سره چې اوس ویجاړه پرته ده تر اوسه پورې د یوې افغاني کومک چا نه ده کړی او نه بشري کومک ورسره سوی ده. موږ له مسؤولینو څخه داسې څومره زر کېږي باید له موږ سره مرسته وشي چې موږ د خپلو کارمندانو دپاره د کار دفترونه فعال کړو. په دې خاطر باندې چې زمه رانږدې سوی ده، هوا سړه سوې ده، ورځ په ورځ باندې هوا سړېږي، نو څومره چې زر کېږي له موږ سره په دې اړه باید دوی مرستې وکړي. این مسئولان میگویند که کارمندان بخش های یاد شده در یک حالت سردرگمی به سر میبرند و بودجه هم برای اعمار دوباره ساختمان های این بخش ها وجود ندارد. این مسئولان میگویند که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان باید توجه زود انگامش را برای این ریاست معطوف کند. ما خواست ما همی هست که در قسمت توجه جدی کنند، به خاطر که هویت تاریخی ولایت غزنی همی آثار دوره اسلامی و دوره بودایی است و خصوصا که در اینجا آثار دوره اسلامی به خاطر غزنه 2013 که خوشبختانه غزنی هم به عنوان پایتخت تمدن و فرهنگ کشورهای اسلامی آسیایی معرفی و مسما شد در سطح جهان، به همین خاطر به نمایش گذاشته شده بود و زیاد بازدید کننده ها داشتیم از این نمایشگاه و این آثار هم بسیار زیاد از قدامت تاریخی خوب و با ارزش برخوردار بوده که اکثر از این آثار از دوره غزنویان است، حتی برمیگرده به قرن 9، 10 و 11 میلادی. از سوی هم محمد علی احمدی معاون سرپرست غزنی میگوید که متاسفانه دولت مرکزی به وعده هایشان در قبال جبران خسارات رویداد 13 سنبله صادق نبودند. این مقام دولتی دلیل نرسیدن بودجه را پایان عمر حکومت آقای کرزی و نیز نبود بودجه کافی در وزارت مالیه کشور عنوان می کند. خسارات در حد بسیار عظیم بود. بدبختانه از یک طرف عمر حکومت جناب جلالت ماب کرزی به اتمام می رسید و از طرف دیگر
وزارت مالی با کمبود منابع مالی مواجه بود. متاسفانه در این راستا کار جدی صورت نگرفت، گرچه فیصله بری بود که از طریق کمیته استرار 20 میلیون افغانی داده شد به خاطر ترمیم خرابی ها، و از طرف دیگه فیصله کابینه ای بود که ادارات مربوطه از طریق وزارتخانه مرکزی برایشان تخصیص در نظر گرفته شود. بالفعل ما شاید بتونیم بگیم که ما نظر به خرابی ها و حجم عظیم خسارات که متوجه ادارات شدن، یک رقم بسیار کم، شاید حدوداً بتونیم بگیم 1/5 امکانات، اونم صرفاً ادارات خاص تانستن از اداره مرکزی خود منابع دریافت کنن، ولی بسیار از ادارات ما نتانستن. من باب مثال اطلاعات فرهنگ ما بیشترین ضربه را دیده، تا هنوز هیچ نوع کمکی به صورت نگرفته، و همینطور اداره آبرسانی و احسایی مرکزی چندین ارگان دیگه ما که در اطراف حادثه موقعیت داشتن امکانات لازم به ارتباط ترمیم نگرفتن. دیده شود که دولت مرکزی برای اعمار مجدد ریاست اطلاعات فرهنگ غزنی چه وقت اقدام خواهد کرد؟ حمله انتحاری در مقر فرماندهی پلیس ولایت کابل. فرماندهی پلیس کابل میگوید در انفجار انتحاری امروز در ساختمان دفتر وی مدیر دفترش کشته شد و 6 تن دیگر زخم برداشتند. جنرال ظاهر ظاهر میگوید که عامل انتحاری یک پرونده به دست داشته است و زیر عنوان یک شاکی وارد ساختمان فرماندهی پلیس کابل شده است و از یک مامور پلیس نشانی دفتر فرماندهی پلیس را پرسیده است و افزود که در تصاویر دوربین های امنیتی پلیس چهره بمبگذار مشخص است، اما آقای ظاهر درباره وابستگی سیاسی و گروهی فرد بمبگذار اظهار نظر نکرد. گروه طالبان مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته و ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته زمانی که مشاوران خارجی در مقر فرماندهی پلیس جلسه داشتند، بمبگذار کمربند انتحاری خود را منفجر کرد. آقای ظاهر گفت هنوز پاسخ این پرسش که عامل انتحاری چگونه وارد ساختمان فرماندهی پلیس شده مشخص نشده است. فرماندهی پلیس کابل تاکید کرد کسانی که وارد مقر فرماندهی پلیس میشوند به دقت بازرسی میشوند و بمبگذار انتحاری از این طریق وارد این ساختمان نشده است. او افزود که ممکن است این فرد با یک برنامه سنجیده شده به وسیله موتر وارد این ساختمان شده باشد، ولی تا حال این احتمال تایید نشده است. جنرال ظاهر همچنین گفت که در داخل محوطه فرماندهی پلیس تنها این ساختمان نیست، بلکه ساختمان دفتر والی کابل و چند اداره زیر مجموعه دفتری او هم هستند که روزانه حدود 30,000 نفر به این دفاتر رفت و آمد می کنند. فرماندهی پلیس گفت تحقیقات درباره چگونگی ورود فرد بمبگذار به داخل ساختمان فرماندهی پلیس ادامه دارد. تحقیقات ابتدایی که صورت گرفته، این حمله یک حمله انتحاری است و که انتحار کننده به هر ترتیبی که بوده تا اون نقطه خود را رسانده، بالاخره در داخل دفتر خود منفجر ساخته. تحقیقات ابتدایی به خاطر از اینکه امیر تجد چینا و صورت گرفته، تقریبا امنیت در حالت انجام شدن است و کارا جریان دارد تا تثبیت شود که رای رفت آمد فاعل کجا بوده. خب طبیعتاً این دفتر قماندان امنی کابل انتخاب کرده بوده و بالاخره داخل دفتر خود منفجر می سازه. این انفجار در حال صورت گرفته که ساعت پیشتر از آن یک انفجار دیگر در محله کارتینو در شرق کابل به وقوع پیوست که جنرال ایوب سالنگی معین امنیتی وزارت داخله کشور گفته که تلفات در پی نداشته است. از اینکه بیننده سرویس خبری این ساعت با من و همکارانم بودید سپاسگزارم و خوش الله نگهدار.